به اعتقاد ما آزادی کامل یعنی رهایی از تمام قید و بندهای اسارتبار و بهره کشان، تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی برای زنان. صحبت از آزادی می‌کردیم. این هم یکی دیگر از صور اجتناب ناپذیر آزادی است. می‌دونیم که یکی از نتایج تقسیم جامعه به طبقات متخاصم ستمی است که در طول تاریخ بر زن رفته، یعنی فرهنگ استثماری همیشه زن رو انسان درجه دوم تلقی کرده. بسیاری از دانشمندان ارتجاعی تلاش کردند تا به تبعیض میان زن و مرد جامعه به اصطلاح علمی بپوشونند، از جمله مقایسه ساختمان فیزیولوژیک تا دلیلی باشه بر انواع تبعیضات. کما این که بورژوازی غربی هم تلقی جز تلقی عروسکی از زن نداره و نمیتونه داشته باشه. اما در اعتقادات ما اینطور نیست، در اسلام ما اینطور نیست. این نتیجه رو میشه به سادگی با مقایسه زن قبل و بعد از اسلام به دست آورد. زنی که قبل از اسلام ننگ تلقی میشد بعداً در اوج رهبری انقلاب قرار گرفت. فراموش نکردیم نقش زینب علیها السلام رو، فراموش نکردیم که اصل اساسی اسلام برتری رو منوط میکنه به تقوای رهایی بخش و نه هیچ تبعیض دیگری. ارزش‌های طبقاتی، فرهنگ طبقاتی برای سالها در طول تاریخ زن رو موجود درجه دوم تلقی کرده، اما انقلاب ما نشون داد و سوابق ما نشون داد که خواهران و مادرانی که سلاح در دست گرفتند به میدانهای اعدام و شکنجه رفتند و اونجا حقانیت خودشون رو اثبات کردند و اینکه دوش به دوش تمام مردان با حقوق متساوی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی قادر هستند که رسالت خودشون رو در ایجاد جامعه جدید، در ایجاد جامعه انقلابی ایفا بکنن. اینها شعار نیست، واقعیت‌های محدودی است که تاریخ هم به اونها گردن خواهد نهاد و در مقابلشون تعظیم خواهد کرد. مخصوصا در عصر انقلابات، در عصر آگاهی کبیر توده‌ها، چطور میشه از نقش انقلابی زن، از زن انقلابی صرف نظر کرد؟ چطور میشه اون رو نادیده گرفت و چطور میشه اون رو درجه دوم تلقی کرد؟ بله، ننگ درجه دوم تلقی کردن زنه. بعد گفتیش که شماهایی که حتی نمیتونین تو این اشل زن مجاهد خلق رو بفهمین، حتی قادر نیستین اختیار و اراده طلاق و ازدواج رو به خودش بدین، چگونه میخواین اصلا معادله پیچیده‌ای مثل زن تو رهبری رو حل کنین؟ خدا رو شکر روشن شد که ناقص العقل ها، ضعفا و ضعیفه های ایدئولوژیک چه کساری هم. دیگه از این به بعد باید این مارک ها رو به خودشون زد. و فکر میکنم که حالا خیلی خوب روشن شد که چه کسی توان آزادسازی زنا رو داره و رهایی زن اساساً به دست چه کسی و چه جریانی امکان پذیره.